رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص، اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعتراف خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیش رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. با شما هستیم با ادامه داستان زیبای اپیلاسیون. اگر قسمت قبلی این داستان جذاب رو مشاهده نکردید، ویدیوی قبلی رو که لینکش رو در دیسکریپشن براتون گذاشتم ببینید. میریم بپردازیم به ادامه این داستان جذاب. در همین حین زنگ در به صدا در اومد. فکر کردم یکتا باشه، اومده باشه دفاعی کنه، که دیدم مادر شوهرم با خواهر شوهرم اومدن تو و شروع کردن به فحش و ناسزا گفتن. مادر شوهرم میگفت ما از اولش میدونستیم که این دختر خوبی نیست، خیانتکاره. محمد گفت گلی حامل است و مادر شوهرم با صدای بلند میگفت این بچه ای تو نیست. من در همین حال بودم، داشتم میمردم که دیدم افتادم به زمین و فقط در این فکر بودم که شکمم به زمین نخوره و بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم دیدم هیچ کس نیست. به مادرم زنگ زدم، خواستم بیان و منو ببرن. کمی لباس برداشتم، با کمک مادرم رفتیم به خونه مامانم. من شب و روز شده بود کارم گریه، چون من به خاطر محمد از پدر و مادرم گذشته بودم و به شدت با اونها مخالفت کرده بودم، چون اونها راضی به ازدواج من و محمد نبودن. حالا دوباره بعد از خدا اونها پشت و پناه هم شده بودن و خیلی خجالت میکشیدم. خیلی دلم میخواست محمد میومد و باهاش حرف میزدم، ولی اون پرشده مادر و خواهرش بود. دلم درد میکرد و باید برای معاینه ماهانه پیش دکترم میرفتم. من با مادرم به بیمارستان رفتیم و دکتر بعد از سونوگرافی گفت این بچه نمیتونه سلامت باشه، چون شما زمانی که زمین خوردی بچه صدمه دیده و این بچه رو اگر نگه نداری براتون بهتره. با اینکه دلم نمیخواست به محمد زنگ بزنم، ولی رضایت محمد برای کورتاژ من لازم بود. زنگ زدم به موبایلش ولی جوابمو نداد. با تلفن یک مغازه زنگ زدم و گوشی رو برداشت، شروع کرد داد زدن. من بهش گفتم که تمام عشقی که با دل پاکم نثارت کردم حرومت باشه. محمد فریاد میزد این بچه من نیست، برو با کسی که بودی بگو بیاد، بگو اون امضا بده تا بچه تو کورتاژ کنن. خیلی ناراحت بودم. اومدم خونه و رفتم توی اتاقم و درو بستم و شروع کردم به گریه زاری. اونو به خدا واگذار کردم. فردای اون روز از کلانتری زنگ زدن و من و پدر و مادرم رو خواست. من و پدرم رفتیم کلانتری و من منصورخان و یکتا رو دیدم. خوشحال شدم. جلو رفتیم. من دیدم که پلیس به اینها دستبند زده. وقتی افسر نگهبان توضیح داد، فهمیدم که منصور خان و یکتا زن و شوهر نبودن و به خواسته آقای علیجانی بوده و اینها مأمور از طرف ایشون بودن. بعد از تحقیقات گسترده پلیس معلوم شد که قبل از دستگیری این دو نفر، آقای علیجانی از مرز خارج شده و فرار کرده و به خاطر انتقام با زندگی من چه بازی‌ها که نشده. من نزدیک زایمانم بود و خانواده شوهرم هم همه چیز رو فهمیده بودن. من دوقلو حامله بودم. محمد برای عذرخواهی پیش خانواده‌ام اومد و من نمیتونستم اونو ببخشم و پدر و مادرم وساطت کردن. روز زایمان محمد در بیمارستان در کنار من و بچه‌ها بود. پدر محمد انسان بسیار خوبی بود و در بیمارستان کنار پدر و مادرم و محمد بود. وقتی بچه‌ها و منو دید به طرفم اومد و از جانب محمد و خانواده‌اش عذرخواهی کرد و کلید آپارتمانی رو به من هدیه کرد که نزدیک خونه مامانم اینا بود. از محمد خواست که اجازه نده هیچ کس در زندگی ما دخالت بکنه و آشیانه من و بچه هامو خراب بکنه. ممنون که شما تا حالا با ما بودید. اگر از این سری داستانهای سریالی دوست داشتید، حتما در کامنت ها بگید تا براتون داستانهای سریالی بسیار جذابی رو آماده بکنیم و براتون نقل بکنیم. ای عاشقان، پیمانه را گم کردم، در کنج ویران ماندم، خمخانه را گم کردم.
هم در پی بالاییان، هم من اسیر خاکیان، هم در پی همخانه ام، هم خانه را گم کردم. آهو چو بر افلاک شد، اشکم روان بر خاک شد، آخر از اینجا نیستم، هاشانه را گم کردم. در قالب این خاکیان عمری است سرگردان شدم، چون جان اسیر حبس شد، جانانه را گم کردم. از حبس دنیا خسته ام، چون مرغکی پربسته ام، جانم از این تن سیر شد، سامانه را گم کردم. در خواب دیدم بیدلی صد عاقل اندر پیروان، میخوان با خود این غزل، دیوانه را گم کردم. گر طالب راهی بیا ور در پی آهو برو، این گفت و با خود میسرود، پروانه را گم کردم. تا داستان بعدی پرشور و با انگیزه همراه رادیو ممنوعه بمونید.